از مهمترین دغدغه های سفر زوار اربعین اخذ ویزای زیارتی عراق است. در این گزارش سعی داریم به شیعیان و محبین اهل بیت ساکن کشورهای آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا در این زمینه اطلاعات مفیدی بدهیم تا در روند اخذ ویزای عراق با مشکلات و تأخیر کمتری مواجه شوند. همکارم علی اکبری گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم می‌بینیم. شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ساکن شهرها و ایالت‌های آمریکا و کانادا عموماً یا دارای ملیت آمریکایی و کانادایی هستند و یا گرین کارت دارند و از گذرنامه‌های کشورهای محل تولد خود در خاورمیانه و یا سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی استفاده می‌کنند. در صورتی که این شیعیان دارای گذرنامه‌های آمریکایی و کانادایی باشند، می‌توانند ویزای زیارتی عراق را با در دست داشتن اصل گذرنامه و فرم تقاضای ویزا و یک عدد عکس و مبلغ 77 دلار در فرودگاه بغداد اخذ نمایند. زوار محترم فراموش نکنند که فرودگاه نجف علاوه بر مدارک فوق ذکر به رزرو هتل هم برای صدور ویزا نیاز دارد که به صورت اینترنتی از قبل می توانند حداقل یک شب را رزرو کنند و رسید آن را چاپ کرده همراه خود هنگام اخذ ویزا در فرودگاه نجف ارائه نمایند. اما امکان انجام این رزرو با پرداخت 25 دلار در همان فرودگاه نجف هم وجود دارد. به زوار توصیه می شود دست کم بین 300 تا 500 دلار پول نقد همراه خودشان داشته باشند. در صورتی که زوار محترم ساکن آمریکا و کانادا دارای گرین کارت هستند و از گذرنامه های کشورهای خاورمیانه‌ای و یا آسیایی و آفریقایی استفاده می کنند، باید به مقررات اخذ ویزای کشورهای متبوع از عراق مراجعه کنند و الزاماً باید به کنسولگری های عراق در آمریکا و کانادا مراجعه نمایند. ولی اگر محل تولد ایشان در عراق بوده باشد، در فرودگاه بغداد هنگام ورود هم می توانند به راحتی ویزا بگیرند، منوط به آنکه کمپانی پروازی اجازه پرواز به ایشان بدهد. اما توصیه می شود ویزا را پیش از آغاز سفر اخذ کنند. دارندگان گذرنامه های پناهندگی هم باید مثل اتباع آمریکا و کانادا تقاضای ویزای عراق را به کنسولگری عراق در شهرها و ایالتهای این دو کشور تحویل بدهند و پس از اخذ ویزا اقدام به خرید بلیط هواپیما نمایند. علی اکبری، اخبار شیعه. مشتبه اخوند از واشنگتن دی سی با ما هستند. جناب اخوند سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم، درود بر شما و بینندگان محترمتون. سلام علیکم. جناب اخوند، برای بینندگان اخبارشی بفرمان دفاتر نمایندگی و ارائه دهنده خدمات کنسولی به ویژه بخش ویزای عراق در کدام ایالتهای آمریکا قرار داره؟ بفرمایید. سلامت باشین. سوال بسیار خوبی هستش. من اینو میخواستم این سوال و چند تا موضوع دیگر رو با هم دیگه ادغام بکنیم. یکی این هستش که سه تا کنسولت اصلی هست در امریکا که دیترویت، ایالت میشیگان، لس آنجلس و واشنگتن دی سی. بخشنامه‌ای که اخیراً به دست کنسول دی سی آمده برای زیارت اربعین خیلی جدید هست این موضوع. پس یادآوری پرسنل دیترویت، یادآوری لس آنجلس که بخشنامه اربعین اومده و من میخوام برای زیارت اربعین، خیلی مهمه که نگن ویزا به عراق، ویزا برای زیارت اربعین. و از نظر پاسپورتی مهم هستش که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه پاسپورت عزیزان از تاریخ سفر. و این هستش که همیشه یک کپی از پاسپورتشون، از کارت واکسنشون و بلیتشون رو برای یکی از دوستانشون یا همسفراشون یا خانوادهشون در شهرشون بفرستن، فقط برای احتیاط. جناب اخوان، توصیه‌تون به زائرین که برای اولین بار به مشایع اربعین مشرف میشن چیه؟ بفرمایید.
سلام بشین. کپی از پاسپورت و ویزا و بلیط رو که خدمتتون عرض کردم. ببینید، یه سری مراحلی هستش که باید قبل از سفر انجام بشه. مهمترینشون که یک نوع اطلاع رسانی هم هست، سایتی هست به نام state.gov. این سایت دولتی هستش، ولی کسانی که میخوان سفر بکنن، مخصوصا به جاهایی که احتمال داره هر نوع مسئله‌ای در اون پیش بیاد، یکی از کشورها عراق هستش، عزیزان میتونن روی این سایت برن، اطلاع رسانی بکنن، یک امرجنسی کانتکت برای خودشون درست بکنن روی این سایت. یکی از بزرگترین فواید این کار این هستش که یک دولت امریکا از این جریان امام حسین، از این حرکت، از این موومنت بیشتر اطلاع پیدا میکنه، پس خدمات رسانی بیشتر میشه. دو، اگر اتفاقی در این کشور برایشون بیفته که پاسپورتشون رو به هر حال گم بکنن، جا بذارن جایی، هر اتفاقی برای پاسپورتشون یا برای خودشون بیفته، یک لیست اورژانس رو اونجا درست کردن که خود دولت میتونه از اون راه پیگیر بشه. و دو، این هستش که دولت با دونستن اینکه اینها به چه کشوری میرن، بیشتر میتونه هر سال خدمات دهی خودش رو افزایش بده. من چند تا نکته دیگر رو هم میخوام اضافه بکنم با اجازهتون. این هستش که ببینید، اطلاع رسانی که ما در فضای مجازی میکنیم، وقتی که به یک رستوران میریم، وقتی به یک کشور جدید میریم، به یک جای توریستی میریم، این اطلاع رسانی رو معمولا در همه کاری میکنیم، ولی به مسائل مذهبی که میرسه احساس میکنیم نه، ریا میشه، کسی نفهمه، کسی نباید بدونه، دوستان امریکایی من، دوستان لادین من، دوستان من که اصلا عقیده به امام حسین ندارن، خیلی هستن متاسفانه عقایدشون کمرنگ شده به مذهب، کلا یک مسئله در مورد دین اسلام نیست، در مسیحیت این هست، در یهودیت این هست، حتی اونهایی که عقیده به بودا و غیر اون دارن، مذهب کمرنگ شده. پس اطلاع رسانی که ما از طریق فضای مجازی میکنیم به نظر من خیلی مهم و کلیدی هستش. این سفر، ببینید، سفری برای خودشناسی هست، یک سفری که ما قدم میذاریم به سوی یک مظلوم. پس مهمه که به کسانی که عقیده به این موضوع ندارن، کسانی که تا الان به یک کشوری مثل عراق نرفتن، من بزرگترین فستیوال های دنیا رو میدیدم، مکه رو جز فستیوال حتی قرار بدیم، نگیم که یک مسئله شرعی هستش، به عنوان یک همایش عمومی، به عنوان یک گرد همایی عمومی بخوایم نگاه بکنیم بهش، مکه حد اکثر 5 میلیون تا 6 میلیون، دیگه بخواد خیلی سعی بکنه 5 6 میلیون جمعیت بیاد. برنینگ من که انجام میشه حدود 1 میلیون انسان جمع میشن برای هر باری که این فستیوال انجام میشه. فستیوال ریو 5 میلیون انسان هستن. عزیزان، این فستیوال، این همایش، این گرد همایی اربعین، این حرکت به طرف یک مظلوم که امام حسین علیه السلام و یاران ایشون و خانواده ایشون باشن، هر ساله بین 20 تا 38 میلیون انسان فقط برای اربعین مشرف میشن به کربلا. پس اطلاع رسانی در این مورد بسیار واجب هستش، خوبه و تأثیر بسیار مستقیم داره. یه موضوع دیگه که میخواستم بگم اینه که خیلی از عزیزانی که توی این مسیر میان شاید دکتر و یا پرستار باشن، بسیار بسیار کار خوبیه، کار انسان دوستانه. اگه یک نوع تگ، اگه یک نوع نوشته که من دکتر هستم، من پرستار هستم، جزء کولپشتی خودتون بذارین، شاید یک کسی در مسیر نیاز داشته باشه به کمترین علم شما، ولی بیشترین نیاز یک ظاهر هستش که میتونه کمک بکنه به دیگران. مسئله کوتاه بعدی هستش که سیم کارت هایی که رو از شرکت هایی که در امریکا و کانادا هستن، خدمات اینترنشنال دارن، خدمات بین المللی دارن. بسیار نرمال هستش که زنگشون بزنید، ازشون بپرسید که خدمات یک هفته، یک ماهه برای اینترنشنال ترابل، برای سفر اینترنشنال من دارم، آیا اینترنت من رو میتونید باز بکنید؟ ولی اعتماد خیلی مهمه، اعتماد به این اشتراک نداشته باشه، چون ما این 25 تا 35 تا 38 میلیون انسان که میان، هر نوع آنتن مخابراتی رو هم در نظر بگیریم، متاسفانه ضعیف خواهد بود و آنتن دهی که در عراق هست هنوز به اون مرحله نرسیدن که تحمل این بار اینترنتی یا مخابراتی رو داشته باشن. ولی در نظر بگیرید که مردم عراق بسیار مهمان نوازن، یعنی اگر هر نوع کمکی خواستید در مسیر،
از مردم عراق میتونید کمک بگیرید. تلفن کوتاهی رو میخواید بزنید به دوستتون، چون شلوغ و ازدحام هستش شاید چند بار باید زنگ بزنید، ولی خیلی خیلی عادی هستش. و ما در مسیر که مشرف شدیم، انشالله همه دوستان مشرف بشن، دیدیم که اگه تلفنی رو از کسی بخواهید خیلی راحت بهتون تلفن رو میده، باهاتون وای میسه، کمکتون میکنه. جاهایی برای پیدا کردن و گمشدگان هست. و یک مسئله خیلی کلیدی درباره کسانی که با فرزندانشون سفر میکنن، هیئت‌هایی هستن که یه تگ‌هایی رو به دست بچه ها وصل میکنن، اطلاع رسانی هستش که اسم والدینشون چیه، شماره تلفن والدینشون چیه، از کدام کشور اومدن و اسم این بچه چیه، که اگه خدایی نکرده بچه برای گرفتن غذا، نوشیدنی یا هر علت دیگه گم بشه، این هیئت هایی که توی مسیر هستن با این تگ ها و دستمند ها میتونن بچه ها رو یا راهنمایی بکنن یا یه جوری تماس بگیرن یا یه شماره تماسی باشه و بتونن به قول معروف کمک بکنن به زوار که به اون مقصد خودشون برسن. و یه مسئله که میخوام اضافه بکنم این هستش که با دوستانتون قبل از سفر یه برنامه کلی بچینید، یه برنامه ای که خب من پیاده رویم انقدر کمه، انقدر شما زیادی، نیروی انسانی من چه شکلیه. خودشناسی در این مسیر یک مسئله هستش که خیلی مهمه، و مهمتر از اون این هستش که در مسیر مرور بکنیم اهداف امام حسین علیه السلام رو، چرا حضرت به این مسیر رفتن. این مرور باعث میشه یک چالش مغزی برای ما به وجود بیاد که چه شکلی بتونیم انسان بهتری باشیم. رو هم رفته بهتون قول میدم که بسیار بسیار بهتون خوش بگذره، مخصوصا کسانی که ظاهر اول باری هستن، ولی مراقب اطفال، مراقب سالمندان باشید. این مسیر مسیری هستش که هممون بتونیم به این حرکت بریم. و یک مسئله بسیار کلیدی هستش که آشنایی با فرهنگ عراق اگر نداریم، احترام بذاریم به فرهنگ عراق، احترام بذاریم به این مسیر، و اگر چیزی رو دیدیم اصلا قضاوت نکنیم. متاسفانه بعضی از زوار هستن که قضاوت میکنن در مورد مسائلی که هیچ نوع علمی دربارش ندارن. اگر چیزی رو دیدید که براتون ناآشنا بود و احساس کردید به قول معروف او این چه کاری دارن انجام میدن، سوال بکنید از یک عراقی، هیچ مشکلی نداره و انشالله سفر خوبی داشته باشید. تشکر میکنم از شما جناب. ممنون از وقتتون. متشکرم. خداحافظ شما. مجتمع اخوند از واشنگتن دی سی آمریکا با ما بودند.